با درود فراوان خدمت شما هموطنان عزیز در داخل خارج از کشور توجهتون رو جلب میکنم به گفتاری درباره ضرورت برخوردی دیگر با مبارزه‌گری در جنبش کنونی. اطلاع دارید که بعد از عاشورا رژیم دستگیری های فراوانی رو انجام داد و طبق اخبار و گزارش هایی که میرسه در داخل زندان ها جنایت های فراوانی به سان آن چیزی که در کهریزک گذشت بار دیگه در حال انجام هستش. از اون سایی میبینیم که یک سری اعدام هایی که رژیم براش پوشش هایی مانند قاچاقچی، خرابکار و از این دست رو ابدا کرده داره انجام میشه و روز گذشته هم دیدیم که 30 تا 33 تن از مادرانی که مادران عزادار هستن و جمع میشن در پارک لاله برای در واقع همدردی مورد بازداشت وحشیانه رژیم قرار گرفتن. همه اینها داره به ما هشدار میده در مورد اینکه میبایست نیروهای فعال جنبش با قاطعیت هرچه بیشتر عمل بکنن. اما به نظر میرسه که از آن سوی ما کنشگرانی رو که در دل جنبش داریم به هر حال دارای محدودیتی هستن، هم از لحاظ تعداد هم از لحاظ توان، و نمیشه روی دوش اونها باری رو گذاشت که بیش از حد سنگینه و از پسش بر نمیان و با صرف دادن اطلاعیه و یا فرستادن ایمیل و گفتن در این سوی آن سوی روی فیسبوک، توییتر و غیره نمیتونیم ما از یک واقعیتی که توانش در یه حد مشخصیه انتظار بیش از اون چیزی که میتونه داشته باشیم. به همین دلیله که شاید بد نباشه نوع برخوردمون و نوع دیدمون رو نسبت به پدیده مبارزه‌گری در دل این جنبش مورد تطابق با واقعیت قرار بدیم، به این معنا که اگر ما بیایم و یک گفتمان دیگری رو مطرح کنیم بر اساس اینکه افرادی که توانایی دارن برای مبارزه‌گری میبایستی از انفعال خودشون، از بیتفاوتی خودشون خارج بشن، بر ترس‌های خودشون غالب بشن و تبدیل بشن به یک مبارز فعال، به اصطلاح از حالت بالقوه به صورت بالفعل در بیان و کنشگر بشن، و این میسر نیستش با صحبت‌هایی که به اصطلاح امروز داره انجام میشه از طریق رادیو تلویزیون‌ها و غیره، گفتن این که بیایید برای آزادی بجنگید و غیره. این به نظر من تاثیرگذار نیستش. فحش دادن به رژیم کافی نیستش، مردم تنفر دارن از این رژیم. به نظر من میبایستی ما سطح و عمق گفتمان خودمون رو برای دعوت از مردم، برای دعوت از جامعه به دخالت در تعیین سرنوشت خودش قدری عوض بکنیم و بحث رو عمیق‌تر بکنیم. و به همین خاطر که من فکر میکنم در کنار تأکیدی که داریم بر ضرورت پیشبرد ابتکارهایی که تا به حال در جنبش بوده، حالا جنبش سبز یا هر اسم دیگری برش بخوایم بذاریم، مانند شعارنویسی روی اسکناس ها، تجمعات اینجا یا اونجا، در دانشگاه ها و غیره، بایست یک گفتمان جدیدی رو مطرح کرد و در این گفتمان این موضوع رو مطرح ساخت که ما باید به دفاع از انسانیت خودمون بپردازیم. یعنی بحث رو واقعا باید ارجاع داد به درون افراد و نه به مسائل بیرونی. بحث رو باید برد به اونجایی که هر ایرانی با وجدان خودش، با شعور خودش، با درک خودش در واقع طرف باشه و بر اساس درک خودش بیاد ببینی که آیا نسبت به وضعیت کنونی احساس مسئولیت میکنه یا نه. به عبارت دیگه این رو میخوام بگم که مرزها و محدودیت‌های اطلاع رسانی و آگاهی رسانی داره برای ما روشن میشه. بنابراین این آگاهی نیستش که میتونه به اصطلاح جنبش رو فراگیر بکنه و ببره به سمت تعیین سرنوشت. این خود آگاهی هستش که میتونه این کار رو بکنه. همونطوری که در این جنبش این شعار مطرح شده که هر سرباز یک فرمانده است، هر فرمانده یک سربازه، ما بایست کاری بکنیم که هر انسان یک مبارز باشه و هر مبارز به انسانیت خودش توجه بکنه. یعنی در واقع باید ببریم موضوع رو، ارجاع بدیم به اصطلاح اون بخشی از وجود افراد، وجود ایرانیان که درک دارن نسبت به ظلم و ستم دیرینه‌ای که داره برشون میشه، نسبت به سرکوبی که داره میشه، اهانتی که داره میشه، بی‌حرمتی که داره میشه، غارت و استثماری که داره میشه، و حساس بشن نسبت به این بر اساس حفظ شرافت انسانی خودشون. اگر ما بخوایم بمونیم
در یک سطحی از گفتمان سیاسی که صرفاً تکیه داره بر مسائل ظاهری، بر مسائل روبنایی، این رو باید بدیهی بدونیم که این بحث و این گفتمان، تظاهرات در این فرصت، تظاهرات در اون فرصت، اومدن به خیابون برای دادن چند تا شعار و غیره، این گفتمان نیستش که میتونه بسیج کننده میلیون ها ایرانی منفعل باشه، میلیون ها ایرانی که در حال حاضر در این جنبش شرکت ندارن. بنابراین من فکر میکنم زمان اون فرا رسیده که با نگاهی دیگر، با دیدی دیگر بیاییم و سعی بکنیم با ارجاع دادن ایرانیان به انسانیت خودشون و پختن این گفتمان، توسعه دادنش، عمیق کردنش، مثال آوردن براش، توضیح دادنش و رفتن به سمت اینکه پیام رو واقعا رسون به داخل کشور از طرق مختلف، این رو ما بیایم مطرح بکنیم و اینقدر تکرار باز تکرار نکنیم. چون اگر نگاهی بکنیم به مطالبی که در حال حاضر به عنوان خبر، گزارش یا خبررسانی فردی و غیره در فضاهای مانند فیسبوک، توییتر، مای اسپیس و از این قبیل داره انجام میشه، میبینیم که اصل مطالب بسیار اندکه و اون چیزی که بسیار زیاده تکرار و باز تکرار و باز تولید اینها هستش. و این گفتمان اگر قرار بودش محرک جامعه باشه برای بیرون اومدن، برای دفاع کردن از خود، از منافع خود و عقب زدن این رژیم، بدیهی بدونید که در طول این 6-7 ماه که این کار داره به صورت خیلی وسیع انجام میشه میتونست تاثیرگذار باشه. درسته که کار کم می در نهایت میتونه یه سری از تاثیرات کیفی رو به وجود بیاره، اما این فقط نباید تنها استراتژی ما باشه. استراتژی ما همچنین باید به مسائل کیفی بپردازه، به مسائل عمیق بپردازه و این کیفیت در واقع میتونیم بگیم تطابق دیدگاه ما با واقعیت داخل جامعه هستش. و این واقعیت این هستش که بسیاری از ایرانیان نیاز دارن همچون این کنشگران فعالی که در این جنبش شرکت کردن، اومدن با جان خودشون بها پرداختن و دستگاه سرکوب رو در واقع وادار کردن به پذیرش اینم که این جنبش زنده هستش، به همین ترتیب این خودآگاهی باید در ذهن میلیون ها ایرانی دیگه شکل بگیره و با حضور اونها هستش که این جنبش که یک شمعی هستش، یک نوری هستش که همچنان در این طوفان تاریکی رژیم تونسته پایدار بمونه و روشن بمونه، این بتونه تبدیل بشه به یک شعله‌ای که در واقع پیکره رژیم رو بسوزونه و ببره جنبش رو به سمت پیروزی. به همین خاطره که من پیشنهاد میکنم که بیایم روی این فکر بکنیم که چگونه ما میتونیم گفتمانی رو شکل بدیم که این گفتمان بتونه باعث شکل‌گیری خودآگاهی در میلیون‌ها ایرانی بشه که نسبت به این جنبش تا به حال فعال برخورد نکردن. چه صحبت‌هایی رو میتونیم درش مطرح بکنیم؟ چه موضوعاتی رو میتونیم پیش بکشیم؟ روی چه مثال‌هایی میتونیم کار بکنیم؟ چه ابزارهایی رو میتونیم مورد استفاده قرار بدیم که این پیام رو بیاره و سبب بشه که فرد شروع بکنه به فکر کردن، شروع بکنه به اندیشه ورزی، شروع بکنه به طرح پرسش در درجه اول از خودش، از وجدانش، در مورد ارادش، در مورد درکش، در مورد ترسهاش، در مورد عدم دفاع فعال از این غارتی که داره میشه، بیحرمتی که داره بهش روا میشه و همه اینها محرک این باشه که فرد بتونه بر اساس اراده خودش، بر اساس آگاهی خودش نسبت به این جنبش، نسبت به این فرصت تاریخی که به وجود اومده، مسئولانه تر، متعهدانه تر و فعالتر برخورد بکنه. پیشنهاد من این استش که روی موضوعات فکر بکنیم، روی موضوعات کار بکنیم و سعی بکنیم که هم گفتمانش رو تهیه بکنیم، محتواش رو تهیه بکنیم و هم ابزارهای مناسب انتقالش رو به میان جامعه. من سعی میکنم از این پس در گفتارهای این موضوع رو هرچه بیشتر باز بکنم تا بتونیم از طریق همفکری در واقع یک چنین کار رو پیش ببریم. و خواهشم این استش که هر پیشنهاد، نظر و اندیشهی در این مورد دارید برای من بفرستید تا بتونیم با جمع‌بندی اینها و استفاده از خرد جمعی این راهکار رو به جلو ببریم. تشکر.